سلام به ویژه برنامه آماج خوش آمدید آماج امشب اختصاص یافته به بررسی سیلاب های اخیر در کشور ما در آماج این هفته به وضعیت ولایت های سیلاب زده چگونگی فرایند کمک رسانی و زاویه های دیگر این موضوع می پردازیم قبل از آغاز بحث با مهمان برنامه همکارانم یک بسته تصویری را پیرامون همین موضوع آماده کرده اند. برای شما به نشر می رسد <موسیقی> باز هم خوش آمدید مهمان ویژه برنامه آماج در این هفته آقای حافظ نورالله انصار رئیس عمومی رسیدگی به حوادث است آقای انصار به برنامه خوش آمدید خوش باشین شما و از تماما بینندگان گرامی کمرای ما هستن و از کارکنان تلویزیون یک و برنامه ج امواج و سلام های خود را تقدیم نمود سلام علیکم و رحمت الله و برکاته تشکر می کنیم که امروز هستین جناب تشکر بسیار زیاد به عنوان نخستین پرسش می خوام بفهمم که دستاوردهای ریاست حوادث کدام ها است اگر ریاست حوادث را به هماتون ما به بگیریم بله جناب در یکی در امور دولت ضد حوادث و گفته میشن اونا یک تشکیلی دارند که به رسیدگی برای کمک و مواد رسانی بعد از تلفات یا بعد از مصائب برای وطن ما هستن و یکی ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفای است که تشکیلش در وزارت داخله یک ریاست عمومی عامل منفعه تقریبا ریاستی است که بیشتر از دو هزار و مجاهدین در خدمت اصور په خدمت استان او قدماتش تقریبا 72 سال پيش تر بود البته 5 6 سال پيش تر ايره اداره ای را وسعت داده رسیدګي به حوادث طبي او غير طبي نمودن جنابوري البته هي ریاست رسیدګي به حوادث ويتفاي کې خود ما در خادمش يا من هيص مسول اسټيم او تقریبا 34 ولایات کشور او 24 جمله یعنی بندرهای کس بنادر کشور وظیفه اجرا میکنن مدیریت ها و امریت های ما فعالیت میکنند شب رو در خدمت مردم هستن بسیار تشکر شما قسم که گفتین اداره شما یک اداره عملیاتی است و سیلاب های اخیری که سرازیر شد در کشور عمل کرد شما تا چه حد موفق بود در این مورد؟ بله جنابالی اداره ما تنها عملیاتی نیست تیم نجات، تیم عملیاتی، تیم سروی وقایه، آگاهی و آگاهی عامه و ارتقای ظرفیت تعلیم تربیه مرکزی هم داره. بر جناب علی مرکز تربیوی ما الحمدلله بسیار احسن طریقه کار کرده ولی جایی که شما فرسان کردین که سیلاب ها بلی در اواخیر تقریبا چندین ولایات کشور در ولایت بغلان ولایت تخار ولایت بدخشان فاریاب غور ارزگان غزنی میدان وردک ننگرهار و بعضی ولایت دیگه به هموطنهای ما نخصانات رسیده از رب العالمین برای شهدا اجر عظیم و جنت الفردوس می خواهیم کسایی که مجروحین هستند شفای عاجله رب العالمین برایشان نصیب بکنه و ریاست عمومی رسیدگی که به حوادث و اطفایی که تیمایی که درباره نجات اینا آماده کرده بودن اند موقع رسیدگی کردن جایی که اینا وستوانایی توانایی داشتن و البته سیلاب است بعض وقت یک دم که سرازیر شد هیچ کس اونجا باز رسیدگی مشکل است بعض وقتها و بعض وقتها مثلا کمتر می باشه یا بعض وقتا کسای گیر می باشن گرماندن و نجات گرماندگان و کشیدن اجساد و کشیدن بعضی اموال تجارتی و قیمت که در منطقه باند باشه یا بعضی خالی کردن بعضی مارکت و بعضی خانه ها که از سیلاب پر شده باشه و را به هتل پا ما خالی کردن و حتی به ارسال به کمک هایی که مثلا از طرف مقامات صورت گرفته رساندن آنها و رساندن اجساد و زخمی به خانه نیز همکاری ها صورت گرفته تشکر در بحران سیلاب های اخیر چقدر رسیدگی صورت گرفته و تا چه حد مدیریت شده؟ بله جناب علی تقریبا در امی یک ماهی که کم و پیش سیلاب ها زیادتر شده این سال یعنی تقریبا 200 عملیات ما در امیر درباره خود سیلابا داریم به سال جاری که عملیات هایی که ما رسیدگی کردیم و مدیریتش البته از طرف مقامات امارت اسلامی افغانستان که ملا برادر آخون حفظ رئیس عمومی کمیته استراری که در او هبده وزارت دارامی باشند و در اخیر که همی با سرازیر شد طرف ولایت بغلان و هم جوار ولایت هایشان اینا در قصر مرمرین همگی گی جمع کردن و از اینجا هدایت دادن گفتن ما هم روان هستیم شما مرکت کنین جا بسیاری وزارت ها بودن از قبیل وزارت مهاجری این وزارت در امور دولت رسیده به حوادث سرمیاشت و غیره و دیگه زیاد بودن هر کدام شدن سرمیاشت خیلی کنید مستقل است به دولتی نیست و الحمدلله همگی رفتن و خود ما هم رفتیم امرای یک جای بودیم در هم بسیار صعب بود تا برسیدن و بغلان به موقع در آز بس جای سیلابا بارش و جالا و برباری ها زیاد بوده در سر سالنگ به این تکلیف هم الحمدلله معاون اقتصادی ریاست الوزارا سفر کردن و به موقع رسیدن و بعد از رسیدن به چند کمیته که از اینجا ایجاد کرده بودن اما کمیته را به کار انداختن الحمدلله مدیریت خوبی صورت گرفته و اولا از وزارت دفاع ملی کشور خصوصا قل اردوی دوست عبده منصوری بلوچی قندوز که رس آن مولا سیب الدین منصور و معاونشان عبدالکریم نافس بلخی هستند بسیار خدمت ارزنده را اونا زیاد کردن اول بار چون موقع ما مو خود ما رفتیم طرف اولسواری برکه منطقه فلول و اولسواری نهرین اولسواری بله نهرین و جایایی که سیلاب زده بودن مردم همه به یک آواز گفتن که وقتی که سیلاب باریدگی شدید و از اون طرف چی می سیلاب سرازیر می شد و کمی که هوا پرست می داد برای الکفترهای اردو که اونا پایین و بالا می شدن از هر قری از هر خانه مردم ها را بالا می کدن زن و اطفال و ریسپیت و کلان و خرد را و یک جای موقع اونا می رسیدن. یعنی یک کسی طور گفته که مثل زرنجای قریه واری گفت الکفترهای اردو بالا و پایین می شدن لله الهم اونها صورت رسیدگی کردند و بر انها هم امی چونکه خود وزارت دفاعی ملی کشور یک تیم د امی کمیټه استراری درن ملابرادر اخن برای انها نیز هدایت داده بودند و رسوندن مواد غذایی از قبیل نان و یا البسا کمپل او چیزای اولیه اونه الحمدلله رسیدگی کوله گرفت تر کی تیمای کی به سرپرستی ملابرادر اخن از انجا به بغلان برسند بعد از کی رسیدن مرحوم محمدعالی معاون وزارت اقتصاد را رأس کمک مالی و نقطه گذاشتن و تقریبا 8 نو نفر از مختلف وزارت هم یک تیم بوده و کمیته وزارت مهاجرین بود و دیگه همگیش الحمدلله احسن طریقه رسانیدن کمک در ایران کار بود برای. در قسمت ازی که بتونیم از تلفات در سیلاب ها یا حوادث ما جلوگیری کنیم حتما یک راهکار وجود داره که قبل از قبل بر مردم در محل گوزت میشه در مناطقی که خطر سیل است اینا خانه ایمار نکنند چونین این راهکار آیا به مردم گوزت شده یا خیر بله جناب آره ای آره ای جایی که ایمار شده جور شده و این پیش از فتح پتو پیروزی امارت اسلامی افغانستان شده یا مثلا بعضیشان به سال بعضیشان 18 سال بعضیشان 15 سال یا کمتر یا بیشتر اینجا جایا مردم جابجا به جا شدگی بودن و بعد از پت و پیروزی امارات اسلام افغانستان که اداره رحص اداره ما آمدیم بارها اعلان کردیم حیات ها مختلف و ها البته در قریه و هر دره منطقه ما شاید تونسته باشیم یا مشکلات مشکلات صعب العبور یا مسافاوی مشکلات داشته باش البته از طریق رسانه ها شما شاهد هستین که ما گفتیم رسانه افغانستان هم رایم الحمدلله همگیش همکار از همکاری میکنن خصوصا تلویزیون یک امروز ما و گفار رسانیده شده که شما جایایی که سیلاب خطرات داره از اونجا کوچ کنین و حتی بعضیشان خودم رفته خبر داده مثل منطقه پغمان یا منطقه ده، 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 چی نزدیک پغمان یک جایی که بود بله. چی میگن ما شلابایی که سال گذشته زده بله اینجا خود ما رفتیم و برای مردم گفتیم و مردم بعضیشان عمل کردن به که جایا را تغییر دادن از اونجا کشیدن یا کس برادرای کوچی ما شخصیت های خوبی ان غریب مردم هستن اونا خیماشان کشیدن و بعضیا به این عمل نکردن یا بعضی از همین گپا بی خبر ماندن این باید همه حکومت گذشته جمهوریت به این کارا خوب دسترسی داشتن و امکانات و مالی هم برشان زیاد بود بادی کارا میکردن خود خب متاسفانه نشده عالی هم سر وقت است دوستای ما اگر جای را نقل مکان بکنه جایی که خطر سیلاب است و جایی که مثلا اونجا خاک است امکان داره شور خوردن از این بعضی وقت هم خاک هم جایها حرکت کردن این بغل کو را باید از اداره زیرفت از اطفایه ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفایه و شاروالی و شهرداری و اداره زیرفت مشوره کرده به نقشه او را جور کنند این خوب تر میشه البته های اخیر که زاد صاحب این یک ای امتحان رو العالمین بود ای از بسیار تغییر داشت از سیلاب ها جناب عالی او خود مردم ها میگن که مثلا در افغانستان هر وقت مصیبت می تر تنها افغانستان نبود و ترکیه هم چه مشکلات زلزله آمده خداوند نجات بده ملت ترک را هم و در لیبی آمده در در مصر آمده و مغرب آمده چندین کشورهای دیگر را مثلا در چین آمده مختلف جای آمده طبعا بعد وقتا تغییر اقلیم هم کار میکنه خو البته خیر و شر از طرف رب العالمین گفته ما به ریاست شما چه امکانات به خاطر مهار این حوادث داره ریاست ما ریاست امدادی نیست که کمک رسانی بکنه و را باز ریاست حوادث وزارت حوادث میکنن وزارت در امور دولت رسیدگی با حوادث و اداره ما یک تیم عملیاتی است در وقت کار اگر خدا نخواست یک جای سیلاب آمده باشه اینا اونجا نزدیک باشن عملیات میکنن نفرای دارن که مثلا کسایی به سیلاب غرق میشه یا غرق شده باشه را نجات دادن امکان امکانات دارن کشتی دارن از خود مثلا رسمان دارن نفرای پنی مسلکی داریم که مثلا با دریاب خود بند دروازه طرف خدا بسته کنه نفرا بکشن یا بعض جای مثلا یک حوزواری مثل بند قرغه یا سروبی یا همسال از این جایا باشه مردم اگر خدا را افتیده باشه اونا را کشیده میتونن و همچنان خدا را اگر یک اجساد یک جای مانده باشه مردم کشیده نتانسته باشه آب بازا داریم و کامرای زیر آب داریم او را میپوشن و تنفس با خود میگرن اکسیژن با زیر آب میرن اونا را میکشن همچون اسبابا با خود داریم و البته باز هم امی اسباب ما وسایل تجهیزات ما در امور رسیدگی به حوادث طبیعی کم تر است. نسبة از اودس حريق. کم از این و ما بارها به با ای اراده ایلانای خودم گفتیم البته افغانستان نو تازه پتح و فیروزی برای ملت افغانستان نصیب شده و امارت اسلامی الحمدلله کمک همکاری کرده را ما بسیار چیزا را خریداری کردیم سال گذشته سال دو سال پیش یک سال پیش این سال نیز برای ما بودجه تخصیص شده 50 میلیون ما باید تجهیزات خریداری بکنیم و از او اگر گفتن که نرسید یا را خرج کنید باز هم ما میرسونیم و امارت اسلامی هم ده ها جای جه... الحمدلله با سازی شروع کردن به یک جای رسیدگی نمیشه البته ما به این حوادث طبیعی کم داریم مم. و نمی جای نمی مقام دیگه به تمام دوستان خود به شرکت هایی که ملت های افغانستان هستند یا از خارج در افغانستان زندگی میکنن یا مؤسسه خیریه یا جامعه جهانی ما خواهش میکنیم مطالبه میکنیم که امرای ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفایه وزارت امور داخلی کشور که یک اداره عامل منفعه اداره سیاسی نیست اداره نظامی نیست. باید همکاری داشته باشند، مشوره نیک، امکانات و تجهیزات با همراه ما همکاری بکنند. زمان که شما مسئولیت ایداره داره را گرفتین بلی. چقدر امکانات کمبود داشتین و حالا با چه امکانات شما در اوجه عمل میکنین؟ اصلا که ما در ام اداره آمدیم جناب ولی تقریبا 80 فیصد اداره فلج بوده مهم. 80 فیصد ام اداره فلج بوده اگر نه ایتون نیست که ما کارمندان داشتیم ایتون نیست که ما استادا نداشتیم استادای ورزیده داریم پیش از آمدن امارات استادای داریم که 33 سال در ام اداره کار کردن استادای داریم که 22 سال در ام اداره کردن و استادای داریم که الحمدلله تقریبا یعنی 3 چهار دولت رفتن و سفر کردن اونجا علم حاصل کرد آمدن متاسفانه از اداره عامل منفعه کما حق او توجه صورت نگرفته بود سابقه دوران و امارت اسلامی به این توجه کرد اول ما تماما استشاری که در سطح کشور و بنادر و داخل کابل داریم ما گشت کردیم اینا را دیدیم و بعد از اون هم کسایی که مسلکی بودن اونا را به آغوش گرفتیم کسایی که مسلکی نبودن برادرای ما بودن اونا برادرای البته مسلکی نبودن اونا را باز اجازه داده به جایشان برادران مجاهد خود را واجد شرایط بود آوردیم و, و, و ارتقای ظرفیت ما کار کردیم پیش چون که بین مرکز و بین ولایات رفت و آمد پلیس مشکلات داشتن چون که امنیت نبود و پلیس اتفایم باشه در برش مشکل بودنی و ما خواستیم تماما ولایت و بنادر الحمدلله این ارتقای ظرفیت ما تقریبا این یازدومین کورس است که فعلا جریان است ده کورس ارتقای ظرفیت را الحمدلله ما تکمیل کردیم و دوم بعضی موتورای عوارضدار بود بعضی اسبابای ما و تجهیزات ما خراب بودن اونها رو دوباره الحمدلله ترمیم کردیم به کار انداختیم مثلا بسیار همش تغییرات آمده تکنیکی مشکلات زیاد بود اداری مشکلات ها زیاد بود و یک وصل بین مرکز و ولایات و ولسوالیا و بنادر این مهم بوده لله الحمد <سؤال> خدمه و مونین ما بارها گشتیم و دوره کدیم و مشکلاتها تمام اداره خودرا معلومات کرده باز پرداختیم که به رفع مشکلات آنها الحمدلله فلاا فته میتانمب کم امکاناتی که فعلا ما به دست داریم لله الحمد بسیار خدمت رب العالمین از ما و کارمندای ما گرفته ما نمیگیم که ما قدر خدمت میگیم توفیق رب العالمین است باز هم از رب العالمین امیدوار هستیم میخوایم که برای ملت ما حوادث نبیاره و تمام هیچ یک بشریت سر بشریت حوادث نبیاره اگر آمد ما در خدمت ملت خود هستیم بعد از یک رفت و برگشت کوتاه دوباره برمیگردیم به ادامه بحث خوش آمدید جناب انصار صاحب چه تعداد پرسونل در ریاست مبارزه با حوادث کار میکنه و چقدرش افراد عملیاتی است ما تقریبا ما حول 2000 فعلا از 2000 بالاتر رفتن و تشکیلات آمده ان شاء قریب شود از او کدام بیشتر بروند داریم الحمدلله و پیش تقریبا 600 چند نفر 1600 چند نفر ما داشتیم از وقت جمهوریت که مانده بود و بعد از آمدن فتح پیروزی مرد اسلام افغانستان بنابر ضرورت و پیشنهادهای ریاست عمومی مقامت زیسلای امارت اسلامی و رهبری وزارت امور داخل موینه ترشد همکاری کردن که الحمدلله تشکیل ما ازدیاد شده <applause> بله و عملیاتی ما تقریبا در هر ولایت در هر مدیریت و آمریت ها ما تیمای عملیاتی خود داریم و نیز تیمای نجات داریم و نیز تیمای سروی و وقایه داریم پیش از پیش خبر میتن و نیز ممیر تقای ظرفیت که در کابل مرکز شست و نیز استازای ما گشت میکنن سی روزه چار روزه یک هفته ای الحمدلله درس هم برای ارتقای ظرفیت پرسونل ما, ما در ولایت ها کار میکنند یعنی ما گفته میتونیم که تقریبا در می تعدادی که ما گفتیم یعنی 70 فیصد یا 60 فیصد یا 70 فیصد از این الحمدلله تیم ما یمال تیم است برای جناب برمیگردیم با یعنی عفو میخوام جناب ما نفر ملکی یک تا داریم فقط دیگه هم مگیش نظامی و هم گیش چی است مسلکی هستن مهم. یعنی بدون مسلکی ما در اداره خود کسی نداریم مهم. از خودم گرفته تا بعدنا کارمند ما هم الحمدلله وقت ضرورت ما خواستیم و به میدان داخل شدن و الحمدلله با مهارت درست کار کردن این افراد را شما نام بردین و زیاترشان مسلکی هستن بلی. اینا افراد بودن که قبلا هم در اداره بودن یا تازه استخدام شدن بله در اداره ای که کسایی که مسلکی بودن برادرای ما هستن نظر جای که بودن اونا را ما با خود حفاظتشان کردیم مهم. و امرای ما هستن فعلا و بعضیشان از حوادث ورخطا خطا شده بعضی کشورهای همسایه سفر کرده بودن برگشتن مهم. باز هم همو سندی را نشان دادن ده سال پیش 15 سال پیش هشت سال پیش گرفته بودند که سند داشتن این مسلکی بود یعنی مرادرای ما आवाज ما را اونا را دوباره ما گرفتیم و وقتی که نبود بعضی کسایی که مثلا به یک پیشنهاد یک وکیل یک وزیر و یک والی که اینا آمده بودن به اداره و مستکی نبودن به جای آنها برادرای مجاهد ما اونا را واجد شرایط بود اونا را آوردیم و از اونا هم پیلا نه مثلا کسایی که مستکی نبودن اما لیکن ما مستکی کلا ای چونکه چون اداره اداره مستکی مستکی سازی الحمدلله به جدیت جریان دارم. برمیگردیم به ولایت هایی که در روز سیلاب سرازیر شده شما فکر میکنین که کمک ها و مسائل دیگه که به اونا رسیدگی میشه آیا کافی سیایی ای هم که ادامه پیدا کنه به اونا درست رسیدگی شود حالا ملت افغانستان که بعد از 445 سال یک نفس راحت کشیدن هر کدامشان تقریبا در 180 فیصد ملت ما احتیاجی کمک و همکاری را داره مهم. خصوصا کسایی که سیلاب زدگان برایشان که لله الحمد سرپرستی شونه و می ارگانای امارات همی افغانستان کرده رایست. از خارج و داخل کمک همکاری ها آمدن خب ما میگیم که از اینکه ده بالاتر زیادتر شه انس خوبتر است چون که بعضی جایا بسته قریه را مکمل برده خانه ها مکمل و ایران شده کسایی که ماندن از یک خانه یک نفر مانده و کسایی که بودن از یک خانه از یک فامیل دو نفر زنده مانده یعنی بنا دیگه هم جانی هم مالی نقصانات شده این باید هم همکاری بیشتر و خوبتر است نهادها و سازمانهای المللی آیا تنها غم شریکی کردن یا هم اقدام کردن کمک هم کردن ولی کمک و همکاری ها کردن ما از صرف از دولت قطر خبر داریم که دو مرتبه اینا کمکشان را ارسال کرده گفته شده که دولت ترکیه کمکشان را ارسال کرده شاید دیگه ممالک ها هم ارسال کرده باشند او برای وزارت در امور دولت رسید دیگه به حوادث یا وزارت مهاجرین یا به سرمیاشت اونا سر... افغان سرمیاشت معلومات میشه چون ما تیم عملیاتی و نجات هستیم حساب کمک رسانی آنها خوب تر معلومات دارن دقیقاً, میخوام نظر شما را بفهمم که کمک که صورت میگیرد در روند توضیح اونا به نظر شما چقدر شفافیت وجود داره؟ بلا شفافیت در این بار خود ما حاضر بودیم که از خود محیط منطقه علما متنفذین ارباب منطقه و مسئولین ورسوال شب منطقه اینا بودن و از مقاماتی که از کابل رفتن و همراهشان یک جای اینا حتی از خود مقام ولایت و از ارگان مختلف اینجا تیمای مشترک الحمدلله تیار شده به منطقه اعزام شده یعنی ما میگیم که انشالله 100 در صد شفافیت داشته باشند کار بسیار با شفافیت پیش رفت اگر بعضی نیم کالا عوارض داشته باشه طبعا یک حالتی است که حالت بحرانی است هر کس غم است یعنی <applause> به دلسوزی یک کسی گریه کرده باشه آمده باشه دو بار گرفته باشه والله اعلم اگر نه ما اونجا پرسان کردیم اگر بعضی به ما گفتن که شفافیت نشده بعضی دو بار گرفته بعضی یک بار نگرفته دستی در مسجد کسی دیگه از محیط منطقه خیز گفته که نگوی گپ خود ما در می از خود منطقه هستیم چرا ایتو میگی این ام. همی ملت و امامان و مساجدشان اربابایشان و مسئولین منطقه در همی ها یک جا بودن الحمدلله اونا بسیار خوشحالی میکردن از سال 1402 تا به حال بچه تعداد حوادث طبیعی رسیدگی صورت گرفت حوادث طبیعی و غیر طبیعی اوه. رسیدگی صورت گرفته از طریق اداره شما یعنی مقصودتان ما سال سال عربی را زیاد تعقیب میکنیم جناب والی بله خود دیگر از یک ما... سال گذشته بله یک سال گذشته تقریبا قریب دو هزار بالاتر شده باشه اوه. امکان از هزار بالاتر شده باشه ولی یا جناباری و دقیقا چون که ما بگیم یه مرز هم دوسی حوادس ما فعلا داریم پری شبم هم در بغلان دوشی کیلگی تیم نجات ما آمده بودن بسته شب اونجا بودن ما 12 و نیم بجای شب خواب کردیم دو شب پیشتر ولی هم از همینجا خود ما موضوع را ما و سوقی دارست مسئولین از جا برشان رهنمایی میکنم فعلا هم یک تیم نجات ما با اولسواری پرخار رفته چون که تیم نجات از تخار نتوانستن از این بالاتر کار کنن و باز از قندز اعزام کردیم به اولوساری پرخار فعلا در در مسیر هستن یعنی ما یک چیز دقیق بگیم شاید دروغی نشیم بله, جناب وضعیت را چطور بر تان نکاس میتن تیم نجات دروجه؟ در اوج وضعیت چگونه است فعلا در می اولوساری وضعیت الحمدلله نورمال است اول مردم فهمیدن که مثلا سیلاب بیا من بعد از هم سیلاب اومده پری روز هم امرای چه شاروار ولایت بغلان ما امرایشان تماس داشتیم و اونا گفتن بعضی خانه ها بعضی جا سیلاب خوابا لیکن کدام تلفاتی نداره حالا مردم هم آشنا شده میفهمن که از همین جا مثلا یک مشکل می و ما از این طرف خودن نجات داده می تونیم لله هم کدام مشکل فعلا قابل ملاحظه وجود نداره بله سال گذشته در حوزه 8 یک استیشن در کابل ایجاد شد آیا پلان از دیاد استیشن ها را و تشکیلات در کابل و دیگر ولایت شما دارین بله جناب والی فعلا در دوش یک استیشن ما امار شده راشته و دو طرف سالنگ به ما جای نشان داده شدن قریب ان کار می کنیم. ما شروع میکنیم و الحمدلله تیمای اتفایی ما دو طرف سالنگ جنوبی و شمالی فعلا وجود داره و علاوه از او در ولایت فاریاب و و منطقه آقنه بندر اونجا زمین نشان داده شده اونجا کار جریان داره اولسواری اسپون بلده کار جریان داره و حوزه دوازده هم کار جریان داره و انقریب انشاله در چاراسیاب یک استیشن ایمار میکنیم یک در طرف های ميروششکوت. قرباق در این طرف یک طرف هم در شرارا امنیت شرارا متوجی باشند و در قندهار سی استیشن را خدا و خود عالی قدر امیر المومنی سیب امر ایدهیت گرفتیم به سر مقامت وزارت امور داخله یک استیشن مرکزی استاندارد جهانی باشه و تقریبا 70-80 میلیون افغانی شاید شود و دو استیشن پرهی که یکی میرویس مینا و یکی عین مینا شاید ایجاد شوه الحمدلله زیاد نظرات زیاد داریم حالا ما گفته بریم شاید وقت داره بگیریم یعنی <applause> انشالله شاء الله به اذن الله ان قریب به خیر خوبی یعنی ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اتفاق افغانستان که یک ملی و یک اسلامی و یک عامل منفع اداره همه ملت است ان شاء ان قریب از این کده زیادتر و فعالتر خواهد بود و ما خو به توان بندگی خود بسیار کوشش کردیم انتهای زیاد کوشش کردیم و از رفیقای خود از کارمندان خود از مسلک خود و از مجاهدین خودم راضی هستیم رب العالمین از اینا قبول و منظور بکنه فعلا در امی آفتاب به امی گرم سوزان در قندهار در هرات در ننگرهار و در قندوز ولایتی که فعلا گرم است نه همین حال و از کابل و تمام ولایتی که فرنفوس یا شهر بسیار وسعت یافته یعنی جامعه اطفایوی پوشیده است در شهر سرموتر استاد هستند و در نماندیم که داخل چی باشند مرکزشان باشه ما گفتم نه یک یک تیم باید در میدان آمده و کسی در اشترین نشسته و دیگر در چیم تصویرهایش هم رو داده الحمدلله با اندازه الحمدلله خدمت صورت گرفته مم. خدا کنه که ملت هم خوشحال باشه و الله از ما شما راضی باش. ما این برنامه را ویژه اختصاص دادیم به خاطر سیلابایی که اخیرا سرازیر شد می دیدگاه شما را بفهمم که کمک نهادها و کشورهایی که اعلام کردند که ما هم هستیم و می خواهیم غم شرکی کنیم و اقدام کنیم به خاطر کمک به افغانستان چقدر اینا به حرفشان عمل کردن و باز هم ما میگیم که اداراتی که از بیرون کمک می با وزارت مهاجرین با وزارت در امور دولت رسیده که با حوادث و افغان سر میاشت و دیگه وزارت های اقتصاد بر مؤسسات خیریه بر از اونها زیاد تعلق داره چون که ما کسی هستیم که کمر بسته کردیم به تیم عملیات و نجات و رسیدگی به حوادث طبیعی و غیر طبیعی کمک ها بر از اونا معلوم میشه از اونها هستیم که بر ملت افغانستان همکاری بکنن واقعا سیلابا مردم اوگار کده واقعا سخت ضربه رسانیده هزاران جریب زمین از بین رفته مال مواشی از بین رفته و شهدا هم تعدادشان زیاد است زخمی ها هم زیاد است از این کتر از این سخت تر حالت به سر یک ملت نمی آید الله سبحانه تعالی از این های بد با شما را نجات بده و ما در همین فرصت استفاده که چند ای که بعد تیما با کمک دهنده جامعه جهانی یا دولت های اسلامی و غیر اسلامی و مؤسسه خیری و تجار های ملی برای تیمای کمک دهنده نقدی و مالی که همکاری میکنن به همین اداره عامل منفعیشان هم همکاری بکنن ما هم نقطه چیز نتن خیر ما نقطه نمیخوایم ما تجهیزات مثلا ترمیم و وسایل ما کار داریم ترمیم واسه های امارت اسلامی کدار هست الحمدلله ما بسیار از بزرگای خود خواهیم خوشحال ولیکن یک, یک موتری که قیمتش هشلک دلار باشه ده ده یک میلیون قیمت داشته باشه بعض موترها دارم دو میلیون قیمت داره دو میلیون دلار قیمت داره ادنا موتر ما دونیم یا یعنی دو نیم لک یا 300 هزار دلار قیمتی داره عوارضش هم طبعا یک لک یک نیم لک کمتر پیشتر می باشه و به خاطر ترمیم وسایت ما و بعض های ملی کردن مثلا در قندوز و بعض ولایت های کشور در فرا کردن و بعضی یا می توانن تماس بگیرن امرای مقامت رهبری وزارت امور داخل تماس بگیرن و با از طرف وزیر صاحب تجارت ما هر وقت در امشای در تماس هستیم سرعت و تجارت یا معاونشان از او طریق با ما تماس بگیرن و بعض دوستا داریم الحمدلله اینا تازه کمین زاده سه واجو محسن سه چهار پنج نفر اینا شریکا بودن از کابل جدید چهار جریب زمین با ما اهدا کردن برای اتفایه این انقری ما او را انشالله آباد میکنیم این خیر خودشان هستند و چهار جریب زمین وزیر سیب تجارت خداوند خیر به تفارکای سنتی این قرار برای ما دادن و خاطر چهار ولایت مشرقی یک جای تعلیمگاه و هم مرکز اونجا انشالله ان انقریب ایمار میکنیم و همچه دست خیرشان برای برادرایشان که شب و روز و هم به آتش جنگ میکنن هم به سیلاب جنگ میکنن ما کسایی داریم برمی مبارزه با آتش شهید شدن ان زیاد وقت نیه کسایی داریم زخمی شدن کسایی داریم سوختن تا هنوز در شپاخانه هستند یعنی غم اینا رام بخورن مستقیم به ما نبیان بس از طریق وزارت امور داخله بیان یا از طریق چی بیان چون اداره اداره عمل المنفعه اداره نه نظامی است نه استخباراتی است جزاک الله خیر تا جایی که ما آگاهی دارم شما عضویت کمیته استرار استرار را هم دارید در مورد این کمیته بیشتر بفهمم بله که چی فعالیت ها میکنه و چی کار کرده رئیسش ملابرادر اخر معاون اقتصادی ریاست الوزرا هستند ای کمیته به امی که چیزی که مهاجرینی که عودت کردن یا بزرگ اخراج شدن از بعض دولت های امسایه کمک برایشان رسانیده و تیما را برابر کردن و کمک رسانی کردن خیمه رسانیدن انتقال دادن امکانات مالی برشان داده یا مثلا در طرف های هیرات جای را ایمار کردن جایی که زلزله زده کردن شما هم در این قسمت اقدام میکنید ریاست ما با تیم عملیاتی و نجات ما کار میکنیم ما هم بخش و و... چی هستیم همین تیم اه... چی هستیم کمیته استراری هستیم هر کس در جای خود مثلا از استفاده میکنن مثلا فواید اونا لودر سکواتر و کرینگ و بعضی چیزهایی داره یک راه بند شده باشه به سر از او امر میشه که او را باد اونا زود زود. چی بکنن مثلا وزارت دفاع ملی نیز امرای همی کمیته عضویت دارن اونا از الیکوفترا نفرایشان مثلا مختلف آلایات الحمدلله در وقت ضرورت و تیم ما همکار بودن و حتی انتقالش هم کار بودن مثلا در, اون مرکز قسمت سیلاب ها همین کمیته بالکل بالکل کمیته کار کرده زیادتر کمیته کار کرده وزارت امور داخله است وزارت دفاع ملی است وزارت مهاجرین است وزارت در امور دولت رسیدگی به حوادث است و بسیاری وزارت الحمدلله یقینا رسیدگی وزارت سیحت هست در تیمایی که ما دیدم خود وزیر شب سیحت هم اونجا بود در امی بغلان بود در امی امرای ملت گشت گذار میکد ای قلندر ایباد و معاونی نشان بودن هم اونجا و دکتر شب عبدالباری مواد دوا و غذا اون هم اونجا بودن و معاون سرمیاشت افغان سرمیاشت ترابی شب در اونجا بودن خود ملا برادر آخون در خیمه خواب بود و خود ترابی شب در خیمه خواب بود همین وزیر هم اونجا بودن معاون وزارت اقتصاد مولوس محمد عالم تخاری هم اونجا بودن یعنی همه گمی عضو تیما بودن معاون وزارت ده و دسا جا بودن حقانی شه یعنی الحمدلله کدام کسایی که بود یا گفتیم که رئیسش ملا برادر اقا دیگه همه 17 وزارت یا وزیر یا معاون یا رئیس مهمی شر اونجا ما دیدیم دقیقا ولی اونجا دیدیم در قسمت بغلان شما یادآور شدین در بغلان یک بولسوالی گذرگاه نور است فکر کنم بلی. که سیل اوجد سرازیر شده بود و یک بولسوالی دور است که سبل و است و بسیار به سختی میتونیم ما در اوجا برسیم بلی. ای کمیته آیا از امکانات تیاره و این مسائل استفاده کردن تا در اون ساحه برن چون امکانات راه تا جایی که ما آگاهی دارم دو راه که در اونجا رفت آمد جریان داشت هر دو راه شسیل خراب کرده جناب کمک ها از کدام طریق دهی می رفت اونا را ممی کسایی که کمک رسانیدن کمک های مالی را از آنها پرسان شود چون که اون طرفا کار به اطفایه و رسیدگی به حوادث و اطفایه یا تیم نجات و تیم عملیاتی کدام کار پیدا نشد اگر نم ما آماده خدمتشان بودیم و امروزای اول که به خود برکه هم رفتن صعب بود و خود نهرین هم سعب بود چون که راه رسیل بردگی بود اساس الحمدلله روزی که بر رسیدن برای بورکه آسان شد خود مولا برادر اخون به تمام تیم و تمام بزرگا همه گه هم اونجا سفر کردند و از اولسوالی جلگه اولسوال و مسئولین شونه و بعض نماینده قوم را اونجا خواسته بودن اونا از کو پیاده گشتن امی اولسوال مسئولین استخبارات و قمندان هم نشون تقریبا یعنی گفتن که ما 6 7 ساعت پیاده گشتیم آمدن و اونجا الیکوپترها چندین مرتبه نشست و برخاست کرد رسانیده و چند اولین مراتبه چقدر کمک بر از او رسیده و چقدر رسانی در او را کمک تیم های کمک رسانی سوال شود، اونا شاید خوبتر جواب داده بتانه بسیار تشکر منیان. بعد از یک رفت برگشت کوتاه دوباره بر میگردیم با ادامه بحث دوباره خوش آمدید. بسیار زیاد تشکر از شما جناب انصار صاحب می در مورد مسلکی سازی پرسنل ریاست رسیدگی به حوادث و اتفاع صحبت کنیم که چه پلان های به خاطر مسلکی سازی بیشتر ای پرسنل وجود داره پلان های کوتاه مدت چی است و پلان های دراز مدت چی است لله الحمد تاسو نسخه تقریبا ده بر ده مراتب ارتقای ظرفیت از کمانداران مرکز تربیوی ریاست جمهوری د حوادث و اطفای انجام شد و تقریبا کورسه تیم چی 11م دوره 11م است کی فعلا در جریان است از مختلف وزارتونه هم به ما رزاکارای ارسال شوګیست و احیانا رزاکارو از شرکتای خصوصی سکتورهای خصوصی و دولتی ارسال میشن ما امرایشان فی سبیل کاری میکنیم همین هم برایشان خبر است که هر کس میتونه هر شرکت میتونه هر سکتور خصوصی و دولتی میتونه با ما ارسال بکنه ما ان شاء الله هم کاری میکنیم مم. و علاوه از اینکه فعلا در کابل در مرکز خود ریاست این تیم مثلا ارتقای شان یا تعلیم و برای مسلکی سازی روان است و نیز در مزار نیز داریم و در دیگه بعض ولایت ها نیز داریم اونجا مراجعه میکنن ما هم کاری همکاری میکنیم و بیشتر از این ما امیدوار هستیم که یک جای وساعت با خود برای تیم خود پیدا کنیم که ما آزادانه یک جای یعنی بیرون از ریاست خود جای داشته باشیم و برای تیم خود خوب صحیح مستقی سازی برایشان یک سال هشت ماه هفت ماه برایشان دوامدار و مستقی سازی تعلیم دوام بتیم برشان و این را در داریم که و نیز به کشور روسیه و به کشور ترکیه که هر دویشان مناسباتشان بهتر است به امرای افغانستان هر دوشان هم ما پیشنهاد دادیم که به خاطر مسلکی سازی برای ما و جوانای ما و زمینه برابر شود تا اینکه دو ماه سی ماه شش ماه اونجا سفر بکنن و یک چیزی تر یاد بگیرن و بیان ولی الله الحمد همه استادایی که الحمدلله ورزیده ما از پیش داشتیم از اونا خوب و درست استفاده شده رایش الحمدلله استفاده صورت میگیرن و از این بالاتر انشاءالله امید داریم که از خداوند به ما زمینه را مساعد بکنه که جوانای وطن را خصوص جوانایی که در اداره امرای ما هستند و مسلکی سازی شان را از این بیشتر بکنیم چون که ما و تجهیزات ما تجهیزات بعضیش کمپیوتری است بسیار مدرن است و باز هر کس را نمیتواند تا که مسلکی نباشه از او کم حق او کار گرفته نمیتونه بله جناب عالی از سکتور خصوصی شما یاد کردین اه. چند فیصد شما رضایت دارین از سکتورهای خصوصی و اینا چقدر هم کار بوده با شما در قسمت همکاری با بعض مسائل مالی و در قسمت ازیک که برتان امکانات را فراهم کنند تا هنوز کدام چیزی به ما از سکتورهای خصوصی از افغانستان خود آمده داخل کشور فقط شادباش آپرین گفتن و که یا با چیز دادن بر ما ام. یعنی تقدیرنامه دادن و کدام مالی امکانات که بر آبادی داره باشه ام. یا ترمیم وسایل باشه یا خریداری وسایل باشه نشده ام. خب بعضیشان وعده کردن توکل به الله ببینیم که چطور میشه ام. و البته به خاطر ارتقای ظرفیتشان یا مستکی سازی از از مؤسسه آقاخان دو مرتبه و از کشور خلق چین همسایه ما و یک 15 روزه دو هفته ای آنلاین و دو هفته ای حضوری درس دادن و دیگه کدام چیز یک بیل بیلچه هم بر ما داده نشده تا جناب علی <applause> در مورد کشورهای بیرونی میخوام از شما پرسان کنم که کشورهای بیرونی هم آیا گاهن در قسمت ظرفیت سازی و یا همی که بتانن به اداره شما کمک های ارسال کنن اقدام صورت گرفته؟ او تا هنوز صورت نگرفته و باید هم بکنن چون که اداره اداره عامل منفع است به همه گیشان است اینجا اولین حریق خطرناکی بعد از پت پیروزی سفارت امریکا بود او را ما خاموش کردیم تا به دیروز جنگ میکردیم. مثلا نه؟ مثلا سفارت سعودی و سفارت اندونزیا و دیگه بعضی سفارت های مش بود کدامش اینجا چی شدن در گرفته بود و حریق شده بود و به عین حال رسیدگی صورت گرفت و امرایشان همکاری صورت گرفت و اداره روابط بکنن اینجا مواسایشان از کنسولیشان از سفارتشان است و به خاطر ملت است یک اداره است اگر همکاری، کاری تانوس خو نکردن تانوس فقط همین امارات اسلامی هر چیز کمی بودجه از خود که اواید داخلی دارن از همکاری که در آیستن. حتما یک بخش از روابط خارجی هم در وزارت داخل است که اینا به خاطر ارتباطات کار میکنن ارتباطات گرفته شده به خاطر ازی که تقاضا شود که کمک های بیشتر و موارد بیشتر اینا بپردازن برای ریاست حوادث تا امکانات بیشتر شود و کارا درست رسیده بله جناب رئیس ریاست ارتباط خارجی وزارت امور داخلی کشور مجلس وارف الله پکتیاوال یک شخصیت بسیار عالی و دانشمند و شخصیت دلسوز به ملت است الحمدلله اونا با امرای ما بسیار چند بار دویدن و چند بار بعضی وقت از سفارت ترکیه میمونه آمدن اونا امرای ما بودن هم وزارت خارجه هم وزارت داخل امرای ما بودن و از کشور چین که بعضی میمونه آمده اونا امرای ما بودن الحمدلله همکاری کردن و تا با سفارت ترکیه هم چیز رساندن خون چون که به خود کشور ترکیه اونجا مصیبت اومده زلزله اومده باز ما هم از بالاتر تقاضا جرأت کردن تا نسیم خو امیدوار هستیم اون کدام پیشنهادایی که داده شده شاید به عمل شوه اونا هم کار هستن جناب ولی بله رهبری وزارت امور داخله تماما معاونین و رؤسایشان دلسوز است و امرای ما همکار هم نواستن الحمدلله و نیز یک چیزی ما باید نگفته نمانه ما دو سی چیز بسیار پیشروی کردیم یکی همین گشتی که تمام ولایت و برادر از طرف خود ما معونین و معاونین ما صورت گرفته حیات های کمفلکسی سفرها کردیم از این بسیار فایده به دست آمده و دوم یک هماهنگی بین ارگان های زیرفت ماشلانو ورگان شاورواري به خود ټيمه پولیس او ټيمه امنه ما او ترافیک در سټو کشور در کابل ما الحمدلله یو ټيمه چی دریم په مخابره کې دریم فعلا ما چلان کینم امري رئیس صاحب مخابره امنه او قوماندان صاحب امنيه کابل مکمل ما در لاين سره تماما سټو کابل او ورسواریا در این بیتر در تماس هستیم و الحمدلله یک هماهنگی بین خود ما داریم مم. لله اله هم خوب است که یک امیر یک مسیر یک دولت یک اداره است کدام اختلاف نیست یک چیزی گوصول باشه هر کسی را مراحت میکنه امی بسیار به ما پایده کده و خصوصا وزارت دفاع ملی واقعا قابل بسیار تقدیر است یعنی اردو در وقت سیلاب حتی یک الکوفتر بیچاره خود قربان کرد یک پریت بیچاره شهید شد چند نفر زخمی شد در ولایت غور بود نه اما به خاطر نجات مردم رفتگی بودن یعنی به هر وقت اینا رسیدگی کردن حتی به ما مردمایی که در بند مانده بود در بدخشان در ولسوالی واخان اون از اینجا بابا چی الیکوفتر برابر کرد از قندوز پرواز کرد از بدخشان از بدخشان تا و واخان تیم اولی نه تیم دومی رو از اینجا ما تیاره دو ماشینه میگیم من را ما نامش یاد نداریم مم. چرا که پلیت نیست ما هم نکردیم مم. از اینجا دو ماشینه را باز یک میع... تیم 15 نفری بسیار تیم قوی و مسلکی شخصیت ها از کابل به بدخشان ارسال کردیم این و این مون اخرین پرسش جناب, جناب انصار صاحب پیام شما خیلی کتاب بر مردم برسانین و چی پیام دارین؟ یک پیامه داریم که بعض وقت اگر گلا بکنن که اتفایه در وقت خودش رسیدگی نمی کنن. مثلا یک از دوستای ما یک از اولوسواری های کابل که در شهر قرار داره از مرکز کابل تقریبا یک ساعت فاصله داره اونا هم یک گلا کده بودن یک موتر گرفت در گرفت اتفایه نرسیده ما در شهر را تا آنوز اتفایه نداریم و درخواست کردیم انشالله تا امید است که به ما منظوری داده شود یکی و به وقت زمانش به ما تماس بتن و خبر بتن ای بسیار خوش میشیم یک دوم پیش از که شما تماس میگیرین آلای زد دریق را ما موتورای خود ماندیم یک تکسوان میمانه یک عادی و تلوالا میمانه یک عادی یک دکاندار میمانه حال لله الحمد تقریبا 80 فیصد ملت امرای ما همکار هستن که همین آلای زد دریق را در خانه هایشان در ویلاهایشان هایشان در بلند منزله هایشان در خود تلفن پایشان ماندن اینا هم بمانند باقی مانده کسایی هم داشته باشند یک که به عادی حد عادی حوادث به اطفایتو زنگ میزنی تا دقیقه حتما در در بر میکره رسیدن حتما بعض وقت 20 دقیقه در بر میگیره چون که مسافوی مشکلات داشته باشه اونا موانع ز دریق داشته باشه با دستی اورا به کار پرتن یک 12 ساله بچم از او کار گرفته میتونه یک ایس. همی ای است دوم همین اسبابایی که از حریق یا خطر به پیش میه دسترس اطفال قرار نتن یا مثلا لینای اکثرش پرسیده شده لینا بسیار خراب شده لعو مارکت ها تاوری تکمیل را کامل نسازن کارتن و مال بر همین لین نزدیک باشه اول کوشش کنن که لینای را لعنای برق باید تازه بکنن از ما شرکت از وزارت آب و برق و برشنا هم امی خواهش داریم ریاست برشنا هم تقاضا را ما کردیم نزدیکتر اونا هم با ما هم کار هستن و گفتن که ما این کار کار شروع کردیم و زیادتر کار میکنیم همین لعن لین یک دم مثل چی میکنه حریق میشه از این خود نگاه بکنن مثلا بالا چه یک گاز پر میکنن در بی گاز یک 20 درصد امیر کمتر پر کنن حلقای گازا مکمل محکم بکنن هر چیز تدابیر خودشان هم بکنن و دو وقتی که کسی یک بار دو بار سه مراتب از طرف تیم سروی وقایع ما تیم نظارت ما برایشان خبر داده میشه درست است و او خبر ای عملی نمی کنه وقتی که در گرفت میگه اتفاقی چرا نمی آید هم خوب بازی هم انسان است یک دم ما پرواز و پرنده نیستیم که برسیم باید هم ما از آلای زد دریق کار بگیرن باز ما هم رسیدگی بکنیم سپاس از حضورتان در برنامه الله آقای حافظ نورلا انصار رئیس عمومی رسیدگی به حوادث زاکم الله خیر شما تشکر تشکر از این که بیننده برنامه, برنامه آماج بودید تا درود دیگر بدرود